نفانتن یک شعر داره ابوالقاسم لاهوتی همون را به فارسی گردونده است بسیار به موریدای من امیر هفته گذشته در مسجد دوملا احکام الدین خوندم چند تلفن شد که دوملا التماس امر را بردیا تکرار کن بسیار حیاتی است میگه خری با بلبل گفته هوس باز مرا امروز مهمان کن به آواز مگر بینم که استادی چون است که هر چیز رهین آزمون است یا خر پیش بلبل میآید میگه جورا بلبل اینقدر تعریف توصیف ترا میشنویم همی قواهیمه میکنن ترا بیا من ترا یا امتحان بگیرم که همی تو چنقه علم داری دانش داری ولی متاسفانه همی خیلی آدم های چی هستم به باک فلانی ترا اینقدر تعریف میکنن بیا من ترا یا امتحان بگیرم وقتی تو جوانمرگ تو همه خودت اصلا صلاحیت امتحان گرفتن داری که تری دعوا میکنی منم آوازه بلبل شنیده ولی آواز او هرگز ندیده من گفت تعریف توصیف بلبل بسیار شنیدم تا حال آواز تا نشنیدم کوی از صدا که چه بلبل این شنید آواز برداشت بپاشید آتش کندر جگر داشت اگه تصور کنه که بلبل چی نو چه چه میزنه با خواهیشش کردین موافق طلب بعد در چه چه در اومد نوایش از زمین بر آسمان شد با نغمه آتش افروزی جهان شد درخت و کوه و دشت و برکه آب چو کودک شد از این لالای در خواب همی طبیعت به حد لذت بردک میگه که طبیعت دیگه خوابش برده است خوابی ناز درفتن شبان سرمست بر خاک افتاده اینان گله را از دست داده بیاد یار میزد نوشخنده همه افکان در آتش سپنده حتی میگه رمبان خوابش برده است هر سه گله و رمش پراکنده شده هم پروا نداره مست شده است دیگه چه بلبل از سرودن لب فروب است خرو را گفت که اینجا نکته هست وقتی خلاص کرد گفت جورا آفرین بد نبدای سوز بدای میگه همینجا یک چند کمبودی ها داری گوش کن توانم گفت کاوازت بدک نیست زی الحانی تو بعضی بینمک نیست آواز تا شنیده میشید است او خبادی بد نبود است ولیکن کاش زحمت میکشیدی خروسان دهی ما را بدیدی زی استادان خشخان سحرخیز همه آموختی لحن دلاویز نکه تیه روز جورا بیا با کشلاقی ما را بیا من ترا استادای ماهیر در پیش و برم شاگردت منم تعلیم بگیری خروزا را ولی تو قد قد چونه بینی جگرت پاره می شود خروزا ای آواز بلبل بلا مونده است ای خر چه بلبل گوش کرد این داوری را مجسم دی در قاضی خره را ای بلبل گوش کرد واه روش در گر گفت ای قاضی ما خر شده است به هم برزد دو بالا دور شد دور میان شاخساران گشت مستور گرفت پیشش با گفت خدایا از خران ما را نگهدار از این خرداوران ما را نگهدار انمی سعد ابن معاذ هم وقتی خداوند هدایتش کرد گفت خدایا از خران یهودی ما را نگهدار